با درود و سلام بر همیهنان عزیز و درود بر آقای بهبهانی عزیز. برنامه امروز رو طبق معمول با شعار همیشگی برنامه شروع میکنیم. شعار همیشگی برنامه ما هست: محبت را جهانی کنیم. عرض کنم حضورتون با این همه اختلافاتی که الان در روی کره زمین هست، نجات پرستی که داره قوی تر و قوی تر میشه، بعد این همه بکش بکش که هست، بودایی مسلمون رو میکشه، مسلمون رو میکشه، مسلمون مسیحی رو میکشه، مسلمون یهودی رو میکشه، یهودی مسلمون رو میکشه. تو این بودایی رو گفتم برهمایی، اندو مسلمان رو میکشه، مسلمان اندو رو میکشه. خلاصه تو این بکش بکش امروز دنیا، کلمه محبت را جهانی کنیم خیلی کوچولوه ولی خیلی ارزشمنده. هر چقدر که این تاریکی در دنیا بیشتر بشه، یک شعله کوچولوی محبت را جهانی کنیم بیشتر خواهد درخشید. خدمتتون عرض کنم که راستشو بخواین یادم رفت نگاه کنم چند 368مین 69مین یادم رفت نگاه کنم، در صورت ببخشید، برای همین نمیگم چندمینه، ولی میگم 8مین سال برنامه است. خب خدمتتون عرض کنم یه همیهن عزیزی هفته گذشته برای من با مسنجر پیغام فرستاد. اول از همه از ایشون و سایر دوستان عزیزی که با مسنجر پیغام میفرستند که من جواب نمیدم معذرت میخوام، برای اینکه کامپیوتر من همیشه روشنه ولی به قول اینجاییات کامپیوتر همیشه آنه ولی خود بنده همیشه آن نیستم، بیشتر مواقع آف هستم. بعد دوستانی که من پیغام میفرستند و من جلوی کامپیوتر نیستم یا تلفن همراه هم نزدیک نیست یا سر کار هستم که جواب نمیدم، به بزرگواری خودشون ببخشن. بعضی وقتا هم همیهنان عزیز ما، دوستان عزیز ما از یک کشور دیگه زنگ میزنن که میشه مثلا ساعت 2 صبح اینجا. خب اونم من دیگه اخیراً شبا تلفن رو میذارم توی اتاق دیگه. این همیهن عزیز قبلا خواسته بودن با من تماس بگیرن و من متوجه نشده بودم، ولی هفته گذشته وقتی که ایشون پیام فرستادن من بلافاصله جواب دادم و با ایشون صحبت کردم. بهتره من اسم ایشون رو بذارم آقای کوین آلمانی، ایشون از آلمان زنگ زدن. بسیار مرد فرهیخته، داره اونجا فوق تخصص میگیره و خیلی محبت کرد نسبت به برنامه و بعد هم یک مشورت پزشکی با هم داشتیم و از اینکه ایشون اینقدر محبت دارند که این برنامه رو نگاه میکنند و به این برنامه توجه دارند، باعث افتخار منه که یک هموطنی که خودش در سطح تخصص و فوق تخصصه به عرایض من گوش میده. خب عرض کنم حضورتون چند شب پیش با آقای خراسانی صحبت میکردیم. طبق معمول میگم چند شب پیش، یعنی مثلا حدود نصف شب اینطور مواقع من گاهی یه ایمیل براش میفرستم، چون اونم بعض وقت چراغش سبز روشنه ولی خودش خوابه. یه ایمیل براش میفرستم بیداری بزنگ، یا اون یه ایمیل میفرسته بیداری به اسکایپ. بهش صحبت میکردیم، گفت خیلی خوشحال بود، گفت حالا وقت عوض میشه، تو هم تنبلی یادت میره و ساعت پشت سرت عوض کنی. خلاص من یه سوژه جالبی دست من میدی. منده برای اینکه ایشون به ایشون سوژه جالب ندم، از دفعه دیگه این سر دوربین یه ذره میارم پایین تر که این ساعته دیده نشه. خب بعد بریم سراغ بانوان فرهیخته ایرانی
دو تا دیگه مونده، یکی برنامه دوم تیرگانه که خانم آزاده داوودی در مجله شهروند نوشتن و من از نه این بخش نخستشه، بخش دومشو میذارم برای دفعه دیگه. من اینا رو من از آخر شروع کردم اومدم تا الان، ولی خب این دوتا رو صبح چاپ کردم. دفعه مثل بچه آدم اول برنامه اول میگم، بعد دفعه دیگه برنامه دوم. بانوان شهیر و موفقی که خانم آزاده داوودی اینجا نوشتند، اولیش خانم دانا قلمبره، ایشون هم اسمشون داناست هم خودشون دانا هستند. ایشون مدیر عامل شرکت مشاوره و مربیگری ساف آریان هستند. او در 12 سال قلمبر، ببخشید آقای بهوانی فرمودن قلمبر، بی سوادی بنده رو ببخشید، من فکر میکردم ایشون قلمها رو میبرن، نگو قلمها رو میبرن، ببخشید. هم از ایشون معذرت میخوام، هم از همیهنان عزیز خانم قلمبر. ایشون مدیر عامل شرکت مشاوره و مربیگری ساف آریان هستند. او در 12 سال گذشته در جنوب کالیفرنیا مجموعه ای از مشتریان سرشناس، امور مالی کارآمد برای افراد و استراتژی های توسعه کسب و کار برای هزاران کسب و کار کوچک و متوسط را ساخته و گرد هم آورده است. شیفتگی به گرایش های جدید در توسعه رهبری، برتری حرفه‌ای و شخصی، عملکرد مطلوب تیم و انتقال تحول خانم دانا قلمبر را بر آن داشت تا تحصیلات تکمیلی خود را در دانشگاه کالیفرنیای جنوبی دنبال کند. او طی تحصیلات در دانشگاه بر روی مباحث روانشناسی و طرز فکر غالب در یک کسب و کار موفق و رهبری مؤثر متمرکز شده است. او تحصیلات خود را با استفاده از مدارک رهبری و مربیگری از مؤسسه برتری حرفه‌ای Institute of Professional Excellence تکمیل کرد. در کنار تحصیلات حرفه‌ای و تلاش‌های علمی، دانا به طور فعال در جامعه حضور داشته است و به طور قابل توجهی در کمک به توانمندسازی زنان و برتری حرفه‌ای آنها کمک کرده است. تا جایی که در سازمان کمک به زنان برای زنان WHW به آموزش مهارت‌های رهبری پرداخت و در حال حاضر عضو هیئت مدیره بنیاد زنان ایرانی آمریکایی یعنی IAWF است. یکی دیگر از مهمان‌های ویژه این برنامه خانم انوشه انصاری است که همه ما کم و بیش با ایشان آشنایی داریم. در 18 سپتامبر سال 2006 انوشه انصاری به عنوان اولین زن فضانورد که با هزینه شخصی این سفر را انجام داد، سرفصل اخبار در جهان بود. بله، حالا اجازه بدید بنده عکس این دو بانو رو به شما نشون بدم تا ادامه مطلب رو براتون بخونه. خانم انصاری به عنوان چهارمین فضانورد با هزینه شخصی و اولین ایرانی تبار که به فضا رفت شناخته می شود. انوشه انصاری کارآفرینی است که پرودیا سیستم را بنیانگذاری کرد، یک شرکت که قدرت اینترنت را به تمام مصرف کنندگان شناسان را به طور چشمگیری تجربه زندگی دیجیتال را برای مصرف کنندگان ساده کرد. قبل از تأسیس پرودیا سیستم، خانم انصاری به عنوان یکی از بنیانگذاران و مدیر عامل و رئیس شرکت مخابرات فناوری شرکت تلکام تکنولوژی بود که این شرکت به طور موفقیت آمیزی در سال 2000 با شرکت سانس نتورک ادغام گردید. خانم انصاری در زمان نوجوانی و در حالی که کلمه زبان انگلیسی نمیدانست به ایالات متحده مهاجرت کرد. او موفق شد با تلاش بسیار
مدرک لیسانس خود را در رشته الکترونیک و مهندسی کامپیوتر از دانشگاه جورج میسون بگیرم و به دنبال آن مدرک کارشناسی ارشد در رشته مهندسی برق از دانشگاه جورج واشنگتن را کسب کنم. او دارای دکترای افتخاری از دانشگاه بین‌المللی فضایی نیز می باشد. انوشه انصاری عضو ایکس پرایز فاندیشنز ویژن سرکل و همچنین یکی از اعضای هیئت امنای این نهاد است. او عضو دائم انجمن کاوشگران فضایی است و به عنوان معلم مشاور در پروژه های فضانوردی فعالیت دارد. خدمتتون عرض کنم که با کمال تأسف این خانم انوشه انصاری هیچ نسبتی با من نداره. اگر مثلا ایشون دختر عموی بنده بود، بنده به جای اینکه در میهن تیوی صحبت کنم در عطا تیوی صحبت میکردم. خدمتتون عرض کنم که همونطور که چند هفته پیش گفتم، دو تا از دوستان خواسته بودن که بیشتر در مشکلات اندام تحتانی، ما همه رو میگیم پا، از نوک انگشت تا پاشنه پا رو میگیم پا، از نوک انگشت تا سر مفصل ران و لگن هم میگیم پا، و همینطور بیماری قند صحبت کنم. یک دو سه تا برنامه داشتیم درباره مشکلات عضلانی استخوانی اندام تحتانی، حالا یه دو سه تا برنامه هم میذاریم درباره مشکلاتی که بیماری دیابت میتونه تولید کنه. اول یه مختصری باز درباره وضع بیماری قند خدمتتون عرض میکنم که بفهمید چرا لازمه که بیشتر در این باره صحبت بشه. یک مطالعه بین‌المللی که در مجله لانست یکی از بزرگترین، شاید هم بزرگترین یا یکی از بزرگترین مجله های پزشکیه چاپ شده، نشون میده که بیماری قند نوع دو در دنیا به شدت در حال پیشرفته. در سال 2009 طبق استاتستیک متخصصین پیشبینی میکردند که 285 میلیون بیمار دیابتیک در سراسر دنیا وجود داره، در حالی که امروزه طبق آمار جدید در جهان نزدیک 400 میلیون بیمار قندی داریم که همشون هم نمیدونن بیمارن. همونطور که سازمان بهداشت جهانی چند سال قبل اعلام کرده بود، الان تبدیل شده به یک پاندمی، یعنی یک بیماری جهانیه، و این اولین بیماری غیرعفونی دنیاست که جهانی میشه. البته بیماری به بستگی به نوع زندگی شخص داره و به طور استثنایی در چند سال اخیر پیشرفت کرده. اگر در سال این آماری که دارم بهتون میدم مال 2008، آمار جدیدتر نداشتم، در سال 2008 347 میلیون نفر فقط در چین و هند و 138 میلیون در ایالات متحده آمریکا و فدراسیون روحی و در ایالات متحده آمریکا و در فدراسیون روسیه 36 میلیون بیمار قندی وجود داره. نه یکم عوضی کرد، 347 میلیون فقط در چین و هند، 138 میلیون در روسیه و آمریکا با هم. خلاصه در اسپانیا، اروپای شرقی فعلا بیماری قند زیاد فعال نیست. در هلند و اتریش و فرانسه تعداد بیماران کمتر از سایر مناطق اروپا هستند و در سطح جهانی آفریقای سیاه و آسیای جنوب شرقی بیماران کمتری دارند. حتما ترس کنم، من 20 سال آفریقای سیاه کار کردم، در دانشگاه کیسانگانی استاد دانشگاه بودم، پروفسور تیتولر بودم. علت این که در آفریقای سیاه بیماری کمه، ما در آفریقای سیاه دو جور زندگی داریم. آفریقایی هایی که زندگی اروپایی دارن همه مرضای اروپایی رو دارن، ولی اون آفریقایی که زندگی آفریقایی داره روزی 20 کیلومتر حداقل پیاده را میره
خب مسلمه که مرض قند نداره یا فشار خونش بالا نیست. البته فشار خون یه مشکل فشار خونی برای سیاه‌پوستان هست که فشارشون بالا میره. برگردیم سر اصل مطلب. امروزه دیابت نوع 2 یکی از علل مهم مرگ و میر و تعداد بیماران نسبت به جمعیت در جهان رو داره و این مسئله است که به عنوان یک عامل نگران کننده به نظر آقای مجید عزتی متخصص کالج امپراتوری لندن می باشد، در صورتی که تعلیم های ساده می تواند کمک های زیادی به بیماران برای کنترل بیماری و جلوگیری از عوارض بد اون بکنه. یک مطالعه علمی در انگلستان بر روی 590 انسان بالغ 30 تا 80 ساله نشان داده که یک برنامه تعلیمی در اصل تغذیه آنها بسیار مفید بوده و یک گروه از بیماران که اخیراً بیماریشان تشخیص داده شده در سال 6 ساعت و نیم تعلیم تغذیه‌ای دیدن که در حقیقت چیز مهمی نبود. گروه دیگر را به خود واگذاشتند، یعنی گروه مشابه، گروه شاهد. فقط با آنها گفته شد که دستورات دارویی را خوب اجرا کنند. در نتیجه گروه اول دارای میزان هموگلوبین قندی رضایت بخش بود و گروه دوم رضایت بخش نبود. هموگلوبین قندی میزان قند خون را دقیقه به دقیقه در مدت 3 ماه نشون میده و دارای ارزش بسیار مهم در تعادل میزان قند خون در 3 ماه گذشته است. عرض کنم حضورتون، امروز میخواستم درباره دیابت و دپرسیون یا دیپرشن صحبت بکنم و بعد از اینکه یه مقاله نوشتم توی دیدم یکی دیگه هم قبلا نوشته بودم، حالا هیچ اشکالی نداره، بنده دو تا مقاله رو هر دو رو برای شما جدا جدا میخونم به عنوان مقاله شماره 1 و مقاله شماره 2. در مقاله شماره 1 نوشتم دیابت دپرسیون دو ملدی لیه، یعنی دیابت و دپرسیون دو بیماری مربوط به هم. ببخشید. دیابت و دپرسیون دو بیماری هستند که زیاد دیده می شوند و اکثرا هر دو در نزد یک بیمار دیده می شوند. یک مطالعه آمریکایی بر روی چندین هزار بانو نشان داده که دیابت امکان دچار شدن به دپرسیون را زیاد می کنه و بالعکس، دپرسیون باعث می شه که شخص بیشتر در خطر دیابت بشه. اولین اطلاعاتی که این مطالعه نشان داده این است که خانم هایی که مبتلا به دیابت هستند امکان مبتلا شدن آنها به دپرسیون 29% اضافه میشه، حتی اگر عوامل دیگری را که ممکن است باعث دپرسیون شود در نظر بگیریم و اگر دیابت شدید باشد که احتیاج به درمان با انسولین باشد، این امکان بیشتر شده و به 53% میرسد. در مقابل، در نزد خانم های مبتلا به دپرسیون امکان مبتلا شدن به دیابت 17% و آنهایی که از داروهای ضد دپرسیون استفاده می کنند 25% می باشد. البته عوامل دیگری مانند اضافه وزن و گوشه‌گیری و عدم حرکت کنار گذاشته شده بود. چه رابطه‌ای بین دیابت و دپرسیون وجود داره؟ محققین فکر می‌کنند استرس می‌تونه رول رابط
بین دیابت و دپرسیون رو بازی کنه، زیرا کورتیزول یکی از هورمون‌های استرس‌زا در نحوه مصرف شکر و جمع کردن چربی در بدن دخالت دارد که دو عامل مهم در تولید دیابت هستند. متخصصین دیگر عوامل دیگری را هم که اهمیت کمتری دارند نیز دخیل می‌دانند، زیرا شخصی که مبتلا به دیابت می باشد دلایل کافی برای مبتلا شدن به دپرسیون را دارد، زیرا با اینکه امروزه میشه دیابت رو کنترل کرد، یک بیماری مزمنه که روی وضع زندگی شخص اثر میذاره و همچنین افرادی که دچار دپرسیون هستند اهمیت کمتری برای وضع سلامتیشون قائلند که باعث میشه امکان مبتلا شدن به دیابت بیشتر بشه. ضمناً چون هر دو بیماری زیاد دیده میشوند، عده زیادی از بیماران از هر دو نوع بیماری رنج میبرند. علت مربوط بودن این دو بیماری با هم هنوز مشخص نیست، ولی آنچه که این مطالعه نشان میدهد این است که بسیار مهم است که بیماری که برای هر یک از این دو درمان می شود، پزشک باید بداند که رابطه ای بین این دو هست و توجه بیشتری به علائم اولیه آن یکی نشان بدهد. بیماران دیابتیک دو برابر دیگران در معرض مبتلا شدن به دپرسیون هستند، مخصوصا آنهایی که دچار عوارض دیابت مانند عوارض چشمی، عصبی یا قلبی عروقی شده است. بیماری مزمن و دپرسیون. همه ماها گاهی دچار افت انرژی بدنی و مغزی می شویم و فقط هنگامی می توانیم از دپرسیون بگوییم که شخص به مدت طولانی و به شدت دچار آن شده و عوارض روانی بیماری او را رنج می دهد. این عوارض عبارتند از بیخوابی و بدخوابی، بی اشتهایی و بی تفاوتی در زندگی. باید بدانیم که دپرسیون فقط برای بیماران نیست و افراد کاملا سالم هم به آن دچار می شوند. ولی اگر شخصی مبتلا به یک بیماری مزمن مانند دیابت باشد، شانس بیشتری برای مبتلا شدن به آن دارد. دکتر انزلین که مطالعات زیادی در این باره دارد، سه توضیح در این باره دارد. احتمال اول، دپرسیون بر اثر درمان سخت دیابت و مسئولیت مهم شخص در کنترل روزانه بیماریش می باشد. احتمال دوم، بیماری قند میزان انسولین را در بدن به هم می زند و روی مقدار هورمون های دیگر اثر می گذارد و این باعث تولید دپرسیون می شود. احتمال سوم، دیابت و دپرسیون با هم به وجود می آیند و واقعا به هم مربوط نیستند. متخصصین در حال حاضر واقعا نمی دانند کدام یک از این احتمالات واقعی هستند و شاید هم که هر ستا با هم عمل می کنند. دپرسیون را بشناسیم، مخصوصا حالا که داریم به سمت پاییز و زمستان میریم، روزها کوتاه میشه و نور کم میشه، جهت خورشید به زمین عوض میشه. بله، هرچه عامل دپرسیون باشد، مهم این است که دپرسیون شناسایی شود. هر کسی میتواند یک باره بد اخلاق
و منفی باف و دلسرد بشود. ولی وقتی می توانیم آن را دپرسیون بنامیم که این حالت طولانی شده و بیش از یک هفته طول بکشد. علائم دیگر دپرسیون عدم تمرکز، احساس ناامیدی، مقصر بودن، اضطراب و نگرانی. این علائم می تواند همراه ترس از بیماری و مرگ باشد. یک پزشک روانشناس هلندی به بیماران قندی پیشنهاد می کند که دپرسیون خود را قبول کنید، ولی نه برای اینکه دیابتیک هستید. با اطرافیان خود در این باره صحبت کنید. شما نمی توانید از شر دپرسیون خلاص بشوید، ولی برای آن جای قائل بشوید. درمان دپرسیون با داروها و همکاری یک روانشناس که مشکلات مشخص افراد دپرسیو را میشناسد درمان میشود. یک دیابت خوب درمان نشده بیمار را حساستر و آماده تر برای تغییرات حالات روانی میکند و بسیار مهم است که پزشک یا روانشناس به این مشکلات مشخص توجه داشته باشد. داروهای آنتی دپرسور مدرن بهش میگن SSRI یا سلکتیو سروتونین ری اپتیک انهیبیتورز. پزشک میتونه اونها رو بدون خطر برای بیماران قندی تجویز کنه، زیرا معمولا هیچ اثر ناخواسته بر روی میزان قند خون نداره. این دارو میزان سروتونین را در خون بالا میبره و سروتونین بر روی فعالیت‌های مختلف بدن مانند فشار عضلانی، اشتها، خواب، حافظه و اخلاق شخص اثر میذاره و کمبود سروتونین باعث تغییر حالات روانی و ازدیاد نگرانی میشه. بله، خب این را هم عرض کردم. حالا بریم سر قسمت دوم، یعنی مقاله دوم. اجازه بدید ببینم همش اینجا دارم. بله، خب مقاله دوم هم درباره دیابت دپرسیونه که فارسیش هم میشه دیابت و دپرسیون. مطالعات نشون میده که میزان بیماری دپرسیون در نزد اشخاص دیابتیک زیاد میشه و همراهی دپرسیون با دیابت خوب کنترل نشده باعث بیشتر شدن عوارض بد بیماری قند میشه و همینطور امکان زیاد شدن دیابت نوع دو در نزد بیماران دپرسیو زیاد است. عرض کنم حضورتون حالا رابطه بین دپرسیون و دیابت. این مطالعاتی که اینجا شده با اون مطالعات مقاله قبلی فرق داره، هرچند که این دو سه خطی که اول گفتم در اونجا هم گفته شده باشه. خدمت عرض کنم مطالعاتی که در انگلستان انجام شده در رابطه بین دپرسیون و نگرانی با بیماری دیابت در حالات متابولیکی مختلف، یعنی در حالت قند بالا و انسولین درمانی به صورت ناشتا و 30 دقیقه و 120 دقیقه پس از مصرف 75 گرم گلوکوز برای بالا بردن میزان قند در خون بیمار از راه دهان بر روی 1577 مرد و 1418 زن که در سنین 59 تا 73 سالگی بودند، یعنی معدل سنی اونها 66 سال بود، انجام شد.
182 نفر از شرکت کنندگان بیماری قند داشتند و 249 نفر بیماریشان در هنگام مطالعه مشخص شد. یعنی 14.6% از این افراد بیمار بودند. آزمایشات نشان داد که 37 نفر احتمالاً دپرسیو هستند و 124 نفر دپرسیون دارند. در نزد افرادی که احتمالاً دپرسیو هستند، احتمال دچار شدن به دیابت 3.9 مرتبه بیشتر از افراد عادی در نزد مردان و 5.1% بیشتر در نزد زنان. اگر بیمار داروی ضد دپرسیون مصرف میکنه یا نه، فرقی در امکان مبتلا شدن به دیابت نمیکنه. نتیجه این مطالعه نشان میده که پزشکان باید دنبال دیابت در نزد افراد دپرسیو و بالعکس دنبال دپرسیون در نزد بیماران دیابتیک بگردن. یک مطالعه دیگر بر روی 4184 نفر دیابتیک نوع 2 با معدل سنی 64 سال که توسط پزشکان عمومی ایالت واشنگتن در ایالات متحده انجام شده بر روی بیماران دیابتیک در سالهای 2000 تا 2002 انجام شده، این بیماران دپرسیون هم داشتند، دپرسیون خفیف یا شدید. آنهایی که دپرسیون شدید در آنها بالاتر بوده در مطالعه‌ای که شده، برای پیدا کردن علت مرگ آنها در سال 2007 428 نفرشون از دپرسیون رنج می‌بردند و 88 نفر بیماریشون شدید بوده و 88 نفر بیماریشون خفیف بوده و علت مرگ اونها در 42.7% بیماری های قلبی عروقی، 26.9% سرطان، 30.5% علل دیگر مانند عفونت، بیماری های ریوی، بیماری های کلیوی و غیره بوده. پس از بررسی ها بر روی مسائل مختلفی از قبیل محل زندگی، طرز زندگی و پرونده پزشکی اونها، حضور دپرسیون باعث با علت بالاترین مرگ اونها بوده، یعنی 52%. نتیجه این مطالعات این بوده که بیشترین امکان مردن از بیماری‌های قلبی عروقی بوده. اینکه بیمار به غیر از دپرسیون شدید دچار بیماری قندی نیز بوده، شاید بر اثر اینکه اهمیت به درمان دیابت نداده و یا طرز زندگی بیمار مطابق با درمان نبوده و یا بیماری های دیگر تحت کنترل نبوده. اینجا این مسئله طرز زندگی، یه پرانتز باز کنم، خیلی مهمه، خیلی مهمه. من اینجا بیماران دیابتی رو میبینم که فکر میکنه که حالا که دارم انسولین میزنم یا حالا که دارم دو جور قرص مختلف میخورم همه چی نرماله، من آدم نرمالم. نه، این شخص آدم نرمال نیست. این شخص باید راه بره، باید ورزش کنه، باید غذا خوردنش رو کنترل کنه، برنج سفید نخوره، نون سفید نخوره، میزان غذاشو کم بکنه. حالا دو تا راه داره، یا همه این کارا رو میکنه یا عوارض بعدیش هم قبول.
متاسفانه در هموطنان عزیز ما بیشترشون مد زندگیشون عوض نمی کنند. در صورت که بیماری قند یک آگاهی رساننده است که آقا خانم، هموطن، همشهری، وضع زندگیت عوض کن، وضع تغذیت عوض کن. خب بگذاریم بریم سر اصل مطلب. دپرسیون باعث بیشتر شدن بیماری های دیگر تولید شده بر اثر دیابت نوع دو میشه. این مطالعه توسط همان گروه بر روی 4623 نفر مبتلا به دیابت نوع دو انجام شده که توسط پزشکان عمومی درمان می شدند. در ایالات متحده در سالهای 2005 تا 2007 به مدت 5 سال تحت نظر بودند و بیماری های همراه با دیابت بر اثر دیابت مانند مشکلات تولید شده خطرناک مویرگ ها، مانند کور شدن، کمکاری کلیوی، احتیاج به دیالیز و قطع عضو، همینطور صدمات عروق بزرگتر مانند سکته قلبی یا انفاکتوس میوکارد، سکته های مغزی و پونتاژ یعنی جراحی عروقی قلبی داشتن و علت مرگ آنها مشخص شده بوده، پس از تنظیم عوامل مختلف کلینیکی شدت تحت درمان دیابت بودن آنها و وجود دپرسیون شدید رول بسیار مهمی در تشدید عوارض ناخواسته دیابت داشته، مثل تخریب موی رگ ها 36%، رگ های بزرگتر 24%. این مطالعه در مقایسه با سایر بیماران قندی که دپرسیون نداشتند انجام شده. البته مانند خیلی مطالعات دیگر، همکاری منفی بین دپرسیون و دیابت وجود دارد و بیماران دپرسیو امکانات بیشتری برای مبتلا شدن به دیابت و عوارض ناهنجار آن دارند و عوارض خطرناکی که زندگی بیمار را به خطر می اندازه، مانند عوارض چشمی که به نابینایی ختم می شه و همینطور عوارض کلیوی و دیالیز. خب حالا اجازه بدین من یک چیز دیگه هم اینجا دارم که یک مقاله دیگری نوشته بودم، اینو میخواستم برای برنامه هفته آینده بذارم ولی خب حالا وقت هست. الان من نگاه میکنم بیشتر از 15 دقیقه وقت هست. اینه که این را هم براتون خدمتون عرض خواهم کرد. این مسئله بین بیماری قند و سرطانه. بیماری قند و سرطان، پس آقای بهوانی اسمش این بیماری قند و سرطان هم به اسمش اضافه کن لطفا. بیماری قند و سرطان آیا عامل مبتلا شدن به دو بیماری یکی است و یا بیماری قند کمک می کند که بیمار هم سرطان بگیرد؟ هنوز علت این که چرا بیماران قندی احتمال بیشتری برای مبتلا شدن به سرطان هم دارند معلوم نیست. یک مطالعه بسیار بزرگ و مهم نشان میده که امکان سرطانی شدن بیماران قندی 2 تا 6 برابر بیشتر از کسانیه که به این بیماری دچار نیستند.
این مطالعه توسط National Institute of Health در ایالات متحده انجام شده برای اینکه مشخص بشه که دیابت در تولید چه نوع سرطان ها رول مخصوصی بازی میکنه. ببخشید. کری همینسکی در مرکز تحقیقات سرطان آلمان با همکاری محققین آمریکایی و سوئدی بزرگترین مطالعه را روی بیماران قندی انجام دادند. این مطالعه بر روی 125,126 بیمار که مرض قند داشتند و به علت مشکلات تولید شده بر اثر دیابت نوع 2 در بیمارستان بستری بودند انجام شده و محققین پرونده پزشکی آنها را که از تاریخ 1964 تا 2007 در آرشیو بیمارستان تهیه شده و با آمار مرکز ملی سرطان سوئد مقایسه شده انجام دادند. متخصصین اپیدمیولوژی نتایج آن را با نتایج مردم عادی در سوئد مقایسه کردند. نتیجه این مطالعات نشان می‌دهد که برای اولین بار تعداد بیماران قندی که دچار سرطان‌های کمیاب‌تر هم شده‌اند مشخص شود. این دانشمندان متوجه شدند که بیماران قندی بدشانسی بیشتری برای مبتلا شدن و به 24 نوع سرطان را دارند. بالاترین خطر مبتلا شدن به سرطان لوزالمعده یا پانکراس و سرطان کبد می باشد. نسبت مبتلا شدن بیماران قندی به مردم عادی 4.25 تا 6 برابر می باشد. همینطور نسبت مبتلا شدن به سرطان‌های کلیه، تیروئید، مری، روده کوچک و دستگاه عصبی بیش از 2 برابر مردم عادی است. مطالعه نشون میده اشخاص مبتلا به بیماری قند نسبت به دیگران کمتر دچار سرطان پروستات میشوند. در خانواده هایی که اعضای آنها به طور فامیلی مرض قند داشتند دیده شده و امروزه هنوز دلیل این مسئله مشخص نیست. سوالی که پیش می آید این است که آیا بالا بودن میزان سرطان در بیماران قندی نوع 2 به علت تشخیص زودرس سرطان بر اثر آزمایشات آنها بوده؟ برای برطرف کردن این موضوع محققین تعداد سرطان ها را 1 سال و 5 سال پس از بستری شدن مطالعه کردند. با اینکه بدشانسی مبتلا شدن کمی نسبتی بودن، مثل اینکه قاطی کردم مسائل را، این ماله این نیست، این ماله غنج نوع 2 مطالعه کردن. بله در ندرست. با اینکه بدشانسی مبتلا شدن کمی پایین آمده ولی نتیجه به طور کلی فرقی نداشت. یک مطالعه دیگر که اهمیت آزمایش های ژنیکولوژیکی زودرس برای خانم های مبتلا به دیابت نوع 2 نشان می دهد که بیماری قند باعث امکان مبتلا شدن آنها به سرطان های تناسلی 2 برابر میشه و این مطالعه در مجله کانسر کوز اند کنترل چاپ شده و همینطور مقاله چاپ شده در مجله دی انکولوژیست
این رو تایید میکنه، همچنین تایید میکنه که امکانهای سرطانهای دیگر در خانمهای مبتلا به مرض قند نوع دو تا 6 برابر بیشتر از خانمهای دیگر است. این مطالعه توسط دکتر گابریل چاتنیک و دکتر واردا شلوب در دانشگاه تلاویو انجام شده و اولین مطالعه‌ایه که به این نتیجه میرسه نیست، ولی مهمترین مطالعه‌ایه که نتایج قبلی را تایید میکنه و اولین مطالعه‌ایه که آمار امکان مبتلا شدن به سرطان را در نزد مرد و زن به طور مشخص نشون میده. مطالعه بر روی 16,721,000 نفر بیمار قندی برای مشخص کردن نوع سرطان در هر گروه در سال 2000 شروع شد و هیچ یک از شرکت کنندگان سابقه سرطانی نداشتند. در عرض 8 سال بعد 1639 سرطان‌های مختلف در نزد بیماران قندی و در همین مدت تعداد سرطان‌ها در همین مدت همین مقدار سرطان‌ها در 83,874 مردم عادی دیده شد. بله. نویسنده مقاله خبر خوب برای آقایان و خبر بد برای خانم ها دارد. این مطالعه نشان می دهد که دیابت اثر پیشگیری برای سرطان پروستات دارد و آن را 47% کم می کند، ولی متاسفانه در خانم ها باعث بیشتر شدن سرطان های تناسلی و روده بزرگ می شود. همکاری بیماری قند و هورمون های زنانه باعث زیاد شدن خطر سرطان در بعضی از اعضا مانند رحم و تخمدان ها می شود. با اینکه نتایج این مطالعات برای خانم ها و پزشکان بسیار مهم است، ولی نباید باعث وحشت بشود، زیرا با اینکه سرطان بیماری وحشتناکی است، ولی امکان مبتلا شدن به این سرطان ها زیاد نیست. با این حال پزشکان باید متوجه سابقه سلامتی بیمارانشان باشند. این رو دو مرتبه بخونم و بعد از پایان این مقاله خدمتتون میگم چرا. با این حال پزشکان باید متوجه سابقه سلامتی بیمارانشان باشند. آزمایش های مشخص کننده بهترین عامل برای جلوگیری است و خانم های دیابتیک باید آزمایش هایی که برای تشخیص وجود یا عدم وجود سرطان های روده بزرگ و تناسلی را زودتر و بیشتر از خانم های دیگر انجام بدهند. همانطور که می دانیم تعداد مبتلایان به دیابت به سرعت زیاد می شود، پس آزمایشات تشخیص دهنده قبل از بیماری می تواند زندگی خیلی ها را نجات بدهد، زیرا بیماری قند نوع دو در بیش از 10% خانم هایی که در ممالک ثروتمند زندگی می کند وجود دارد. این آمار انجمن دیابت آمریکا است. خب حالا خدمت عرض کنم چرا گفتم با این حال پزشکان باید متوجه سلامتی بیمارانشون باشند. عرض کنم حضورتون یک هموطن عزیزی داریم. خب من به علت کاری ایشون و کاری بنده همدیگر رو شاید مثلا سال یه دفعه ببینیم.
این هموطن عزیز 7 سال پیش دچار سرطان روده بزرگ شده. اولش که مثل همه ایرانی ها اهمیت نمیداده، خون ریزی داشته، ما هم نیست، حتما هموروید دارم. ولی خب چون همسرش ایرانی نیست و به این طور چیزا بیشتر توجه میکنه، ایشون رو به زور میبره بیمارستان. بعد از اینکه آزمایش میکنن میبینن سرطان روده داره و 20 سانتی متر از رودش رو برمیدارن و ایشون باید هر 3 ماه یه دفعه تحت نظر پزشکی بوده باشه و هر 3 ماه یه دفعه آزمایش های روتین رو انجام بده. بعد از یکی 2 سال هر 3 ماه که میرفته دکترش ببینه، اون خانم منشی دکتر بهش میگه که لطفاً به دکتر بگو آنزیم های کبدی تو نرمال نیست. و اینم به دکتره میگفته، دکتره میگفته مهم نیست، تو گاهگاهی مشروب میخوری مال اونه، الکل روش فشار میاد. تا 5-6 ماه پیش من به دکتره میگفته من درد دارم، من اینجا دکتر نه با درد عضلانیه، کبدت نیست. 5-6 ماه پیش که در از پر دکتر میاد، خانمش روش میگه بابا این دکتر رو ولش کن، بریم اورژانس، بریم بیمارستان. این نمیخواسته چون اورژانس باید 8 ساعت 9 ساعت بشینی تا نوبتت بشه. حالا بعد از این که تو در اورژانس معاینش میکنن، بلا فاصله بستریش میکنن و صبح روز بعد امارای انجام میدن و میبینن یک غده بسیار بزرگ در کبد این هست، غده سرطانی. و طول این غده یادم نیست گفت 12 سانتی متر یا 16 سانتی متر. و دکتر بهش گفته امکان این که تو رو در این حالت عمل کنیم نیست، باید شیمیوتراپی کنیم تا این کوچک بشه بعد عملت کنیم. و بعد از شیمیوتراپی این قده کوچک میشه و میشه 9 سانتی متر و عملش میکنن و 3/4 کبد رو برمیدارن. و متاسفانه دکتر بهش میگه ببین روی اون رگی که به کبدت غذا میرسونه، روی اون رگ سرطان وجود داشت، من تا اونجایی که تونستم پاک کردم، ولی امکان این که اون رگو بردارم نیست، اگر رگو بردارم تو مردی. حالا بعد از این عمل باز شیمیوتراپی میکنیم که اون سلولهایی که موندن اونها هم ببینن. متاسفانه 3 ماه بعد از شیمیوتراپی امارایی که انجام میدن میبینن روی اون رگ یک غده سرطانی هست به طول 3 سانتی متر. در شهر کبک امکان درمانش با لیزر وجود نداره، ولی در مونترال وجود داره. حالا قرار شده ایشون رو بفرستن در مونترال، در اونجا با لیزر این غده سرطانی رو بسوزونه. اینه که بعضی برای این گفتم که اگر یک وقت به پزشکتون مراجعه کردید، اون پزشک هم آدم اشتباه میکنه، خسته است، ممکنه توجه نکنه، اگر احساس کردید که وقتی دردتون رو به پزشکتون گفتی و در جوابی که اون داد یا درمانی که اون کرد مطابق سلیقه شما نبود، آروم نشینید، نه برید یک پزشک دیگر رو ببینید. صبر نکنید که مشکل به جایی برسه که نشه کاری کرد. خب برنامه امروز ما در اینجا به پایان میرسه و باز هم از همه همیهنانی که به این برنامه توجه دارن تشکر میکنم و برنامه رو با شعار پایان برنامه که به قول شاعر تنت به ناز طبیبان نیازمند مباد به پایان میبریم. روز و روزگار به شما خوش. اگر عمری باقی بود در هفته و هفته های آینده در خدمت شما عزیزان هستم. خدا حافظ شما.